خوابهای پراکنده آقای همسده. توی کوچه پس کوچه های تنگ ونیزی داشتم قدم می زدم که صدای شلاپ اومد. یکی دو متر اون ورتر آقای همسده افتاده بود توی جوب. بیچاره برگه لوتوس روی آب و با سنگ فرش اشتباه گرفته بود و صاف پا گذاشته بود روی یکیشون و تلاپی افتاده بود تو آب. آقای همساده عروسک بود و این خودش به پیچیدگی شرایط اضافه می کرد. اولا عروسک ها شنا بلد نیستن. ثانیا عروسک ها ترکیبی از پارچه و اسفنج و کاغذن که هیچ کدومشون واسه شنا مناسب نیست. ثالثاً صرف همین که کی و با چه سابقه ای افتاده تو آب، یعنی آغاز رشته ای از وقایع فاجعه آمیز. پریدم قبل اینکه خیلی بره پایین، از یه لنگ گرفتمش و کشیدمش بالا. قد سه برابر وزن عادیش سنگین بود از آب. پنش کردم رو زمین و شروع کردم به CPR و تنفس دهان به دهان. چند قلپی آب سرفه کرد از ته حلقومش بیرون و بعد رفت تو کما. فایده نداشت. چاقوی زامندار جیبی رو درآوردم که سینه‌ش رو بشکافم. سینه‌ش مقوای خیس و نرم. کمربند چوبیشو مثل همیشه تا خرتناغ کشیده بود بالا که دسترسی به سینه‌شو دشوار میکرد. سگکشو باز کردم دست پاچه. از وسط جناق سینه 10 سانتیمتریشو شکافتم که آبا بریزه بیرون. ششهاش اسفنجهای زرد و کهنه بود. مثل اسفنجهای ظرفشویی مامان بزرگم که سالی یه بار فقط وقتی عوض میکرد که تقریبا به اتمهای سازندش تجزیه شده بود. ششهای آقای همساده رو با نوک انگوش مالش می دادم و هی آب می ریخت بیرون. هی آب می ریخت بیرون و باز هی آب می ریخت بیرون. قد یه حوض آب کشیدم ازشون ولی تمومی نداشت. نشد. آقای همساده درگذشت. برای اولین بار جان سالم به در نبرد که قصتش رو واسه آقای مجری تعریف کن و بعدش هم قاه قاه بخنده که آقا له له شدیم. از همه بلاهای این سالها، این افتادن تو جوب بغل خیابون پیش پا افتاده ترین و معمولی ترین بلا بود. ولی گاهی مرگ قرار نیست دراماتیک باشه. بی تناسب با زندگی پرفراز و نشیب، مرگ میتونه احمقانه تر و معمولی تر از پاشیدن یه پشه روی شیشه ماشینی باشه که داره تو نمنم بارون با برف پاکان روشن میره. جنازه اون پشه فقط قد حد فاصله رفت و برگشت شاخک برف پاکن و نه بیشتر ثبت میشه توی حافظه ماشین و نه جهان و نه راننده و نه حتی پشه های دیگه میفهمن پشه ای اومده، پشه ای بود و پشه ای رفته. همینقدر ضد اوج، همینقدر ناقهرمانانه و بیهوده، مثل خفه شدن آقای همساده تو جوب آب نیم متری. سایشم نمیموند هرگز با
پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها. با لبهای تشنه به عکس چشم نرسید تا ببینه قطره 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 آب قطره آب در شب بی تپش این طرف اون طرف می افتد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا.